این خیابونو میبینید که تهش میرسه به دریاچه هادسون توی نیویورک. فقط 4 بار در سال خورشید دقیق میاد و وسطش غروب میکنه که کلی آدم جمع میشن عکس میگیرن و اینا. سعی من اینه که من تو ته این خیابون برم و خورشید و قشنگ برای شما فیلم داری کنم. چیز باحالیه، به ویدیو امروز ربطی نداره ولی گفتم چیز باحالیه شیر کنم شما هم ببین. کلی آدم و اینا میان. اوکی. همیشه همینجوری وقتی با آماتورا سر کار داری این شکلی میشه. 5 دقیقه دیگه است. بخاطر ما پروفشنالا میدونیم که چیکار داریم میکنیم. باحال بود نه؟ ما این دلخوشی های کوچیکی که تو امریکا داریم چون زیاد کار میکنیم، این چیزهای باحال هستش که دلخوشمون میکنه خلاصه. اوکی، بقیه ویدیو. ویدیو امروز در مورد غذا و مهاجرت. من به شهر استنفورد کنتیکت اومدم، 45 دقیقه منهتن اینجا، و اومدم یکی از دوستایی که تازه آشنا شدم باهاشون رو ببینم، یه مصاحبه با هم دیگه بکنیم در مورد مهاجرت. خانم فرناز ففر اینجا حدود 20 سالی هستش که زندگی میکنه و گفتم که فکر بعدی شاید نباشه که بیام باهاشون مصاحبه کنم. این ویدیو هم اسپانسر نداره، فقط خانم ففر زحمت کشیدن که کباب کوبیده و قیمنستاد قزوین و اینا رو خلاصه درست کردن که خیلی ممنونم ازشون. بریم. اینا سورپرایز ما. قیمنستاد قزوین. بله. مرسی، خیلی ممنون. This is what I do. خونه رو میارم پلوی مشتریا. حالا برگردیم به موضوع اصلی غذا و ایران. این بزرگترین بهترین حس رو به من میده که وقتی ایرونیا رو میبینم میان اینجا غذای منو میخورن و میگن مثل غذای مامانمه، مثل غذای مام بزرگم. نوشن. من تا الان نمیگم کسی گفتم کسی اسپانسر این برنامه خوشمزه است واقعا. ممنونم هستم که واقعا این قیمنستاد قزوین و من تو قزوین واقعا 2 دفعه بیشتر نخوردم. من اولین بارم درست کردم. مثلا نمیدونم بچه مزه‌ای باشه، تیستش کنیم ببینین. من خیلی وقت نخوردم، یک تیست بعدم بده اشکال نداره، من متوجهش نمیشم خیلی. یک کسی همین الان دراپامش میاد امریکا، ویزاش هم گرفت، خب میخواد بیاد. 2 تا 3 تا تیپ اساسی اول راه مسیر رو خواهد بهشون بدید چیه؟ زبان کامل، نصفه نه، نیمه نه، یکم نه، زبان کامل. کسایی که تصمیم به اومدن دارن همین الان تصمیم نگرفتن، این مدت هاست دارن باش سرکله میزنن. زبان کامل، وقت دارن، اینترنت، انقدر موقعیت هایی هست که میتونن. زبان، بودجه، پول، اعتماد به نفسه. پس شد اولیش زبان، دوم داشتن یه سرمایه کوچیک حداقل. سه، تمام انتظارتون رو بذارین تو ایران و بیاین اینجا. کسی که انتظار نداره راحت تر زندگی میکنه. میخوای میای خونه من، اگر انتظار از من نداشته باشین یه چیزی رو برای خودتون راحت تره و منم همونطوری برخورد میکنم. خیلی این خیلی تیپ مهمیه به نظر من، به خاطر اینکه من خودم هم اینجوری بودم. موقعی که اول میای فکر می‌کنی که آدما یه کاری باید برات انجام بدن، در صورتی که تمام ایرانیام نسل شما نسل من کمک کردن، نسل من نسل بعدی کمک کردن. همینجوری که آدم میاد باید به هم کمک کنیم. اصلا هیچ شکی درش نیست. آره، یه چیزی که اون وسط هستش، بعضی از بچه‌هایی که تازه از ایران میگم، یا من خودم اشتباه کردم، کسی که با من جا داده بود من فکر می‌کردم که خب جا داده دیگه وظیفه‌شو با انجام بده. ولی مثلا یه کسی میاد شما رو برمی‌داره از فرودگاه با ماشین، برای اون خرجه، هم زمانم خرجه، هم هزینه‌اش خرجه. همش لطفه، واقعا همش لطفه. تا
اتفاق خود آدم اونجا میرسه میگه که چقدر یه آدم ها لطف کردن به من چون اینجوری باشون چیز کردم. اونم اینجا تو امریکا، تو امریکا همه اگر 6 روز نه 5 روز در هفته دارن کار میکنن، ساعت های طولانی. من گفتم اینو قبلا، تنها چیزی که من از امریکا میشناسم کاره، کار و کار و کار. بیست سال پیش شما تشریف بودید اینجا، اگه تجربیات الان داشتید برمیگشتید 20 سال پیش ویزام دستتون بود هنوز میومدید؟ نه. نه؟ اگر واقعا این تجربیات الانم رو داشتم نه. خیلی سخت کشیدم. گفتم من عادت کرده بودم آلمان، من دوست داشتم آلمان. موقعیت من با کسی که از ایران میاد فرق میکنه. من تحت فشار نبودم، من بیرون میرفتم. میدونین چی میگم؟ الان سخته دوباره برگشتن اونجا؟ بله، به خاطر اینکه بچه هم اینجا بزرگ شدن دیگه. بچه هم اینجا بزرگ شدن. حالا هیچ وقت نمیگم هیچ وقت، ولی اونم باز جزو چیزایی که راجعش فکر نمی کنم. توی زندگی من یاد گرفتم قدر جایی رو که هستم بدونم، قدر کشوری که دارم توی زندگی میکنم. امریکا فوق العاده کشور خوبیه، خیلی چیزا به من داد، خیلی میدونی چی میگم؟ آدماش خیلی مهربونن. من اینجا الان من دروغ نمیخوام بگم، ولی واقعا بعد از 2 ماه 3 ماه که من اینجا رو شروع کردم انگار من سالیان سال اینجا، اینقدر آدم های خوبی هست. واقعا 5 تا چیز خیلی خوبه شو شما بگید چیه؟ اون یه چیز داره به نام Pursuit of Happiness، این همون چیزی که شادت میکنه. یعنی این چرخی میبینی که خونه داری، ماشین داری، یعنی همسر داری، میدونی یه ذره پول توی چیز هستش و اینا. برای شما چی بوده؟ بوده اصلا این؟ همین بود، یعنی همین هدف رو داشتیم وقتی اومدیم. میخوام آدم منفی نباشم، شما هم میگین چیزای خوبشو بگو، من یه چیز خیلی چند تا چیز خیلی بد هی داره تو سرم میاد. بگید به من چیزای بدش یاد افکس. چرا ما باید برای نه برای اینکه خب چرا ما باید برای تحصیلات اینجا پول بدیم؟ چرا اینقدر خرج بیمارستان و دکتر زیاده؟ چرا اصلا باید نگرانی ما باشه؟ ما که همه داریم تکس میدیم. این چیزایی بود که تو آلمان ما نداشتیم. تحصیلات مجانیه تو آلمان. من اینجا کسایی رو میشناسم الان مثلا 40 سالشون هنوز دارن وامشون رو میدن. کس بزرگترین مشکل شما اگه تازه کمترین، من خیلی شانس آوردم توی دانشگاه بخاطر اینکه کلی اسکالرشیپ و اینا گرفتم واسه اینکه لیسانس هم بتونم بگیرم دانشگاه کلمبیا. من موقعی که اومدم بیرون تقریبا وام نداشتم، 3-4 هزار دلار بیشتر. خیلی کم پیدا میشه، کم پیدا میشه. بله، حالا داریم تعریف میکنم از خودم چی رو بین. چرا که نه، چیزی که تعریفی مثلا من جی پی ام 4 بود، ساماکام لاده بودم از فکر کنم اگه اشتباه نکنم اون سال 25 هزار دانشجو داشت، یک من 1% بودم. بابا، یعنی اگه 1% مثلا میشه چقدر، حالا حساب کتابم بعد نیستم، 250 تا مثلا من تو 25 نفر اولی بودم. بابا، بخاطر این کلی به من پول دادن و تونستم چیز کنم و اینا، بخاطر اینکه کار کرده بودم قبلش. اوکی، من 13-14 سال بخاطر کار من ژورنالیسم بودم. بله بله. ولی یک چیز ساده، حالا دیگه لا و نمیدونم پزشکی و این چیزا که به کالاتو اینا بخواد، اینه که 200-300 هزار تو بله چیز بدی. همین چیز خیلی ساده بخوای بیای بیرون 70-80 هزار دلار حداقل باید پول بدی واسه خب این خواهد. یکی از چیزایی که من همیشه میگم آخه چرا؟ تنها چیزی که خیلی خیلی قلبمو میشکنه، مخصوصا پسرم خیلی خیلی دوست داره ببینه من کجا بزرگ شدم. اصلا نرفتی نیپور سر میشه ببخشید. نه قشنگه. این خیلی دلمو میشکنه. ببخشید من نمیخواستم شما رو گریه بندازم اولش، از من یه موقع خدای نکرده من وضعم خرابه. خواهش میکنم، یعنی اصلا بلی. هیچ چیز شخصی نیست. من وضعم خیلی، همون اول بهتون گفتم من مثلا فکر ایران رفتن اینا میکنم. خیلی خوب آدم خونشه، آدم دلتنگیم همه، خیلی طبیعی. حتما کاغذامو یادم رفت. وای به خدا گریه میکردم. یه چیزم یادم، به هم میگشتم دوباره. با
قربون شما، خداحافظ. من خیلی به مسائل دینی و خدا و اینا متاسفانه یا خوشبختانه باور ندارم، ولی میگفتش که حقیقت مثل یه آینه بود، دست خدا بود، از دستش افتاد شکست و همش پخش شد این ور اونور دنیا، شده مثل ما ایرانیایی که بیرون از کشورمونیم، هر کدومون تک و تنها افتادیم یه طرفی. به قول مامانم انشالله با سبرانیشو لعنت کنه خدا، برگردیم انشالله یه روزی کشورمون. آقا خیلی مخلصیم، هفته دیگه میبینم چون سابسکرایب، لایک، کامنت اینا یادتون نره. بیزنس های کوچیکو لطفا ساپورت کنید. خیلی مخلصیم دیگه. از خانم فرفرم دوباره خیلی خیلی ممنونم. میبینمتون.